و آمین. خوش آمد میگم به حقچیان عزیز. خدا رو شکر که هر جلسه که ما میکنیم با پرستش رو میکنیم، پرستشی است که ما رو بیدار میکنه و مخصوصا چشمای ما رو سمت عیسی مسیح هدایت میکنه. همینطورم خوش آمد میگم بینندگان عزیز از هر جایی که دنیا با ما وصل شدیم. خوشحال هستیم که همینطورم هم با این برادر خواهرایی که اینجا حقچیون هستن و اومدن اینجا شرکت بکنن. نمیدونم چقدر ایمان آوردین به عیسی مسیح، در حال جستجو هستین. مطمئن هستم تو این برنامه‌ای که شرکت میکنین بیشتر و بیشتر با شخص عیسی مسیح آشنا خواهید شد. میخوام کوتاه منو معرفی کنم برای کسانی که هنوز با من آشنا نیستن، با کلیسا ما آشنا نیستن. نمیدونم صورت‌های جدیدی هم اینجا می‌بینم، هنوز توی کلیسا شما رو ندیدم، یا من نبودم یا شما نبودین یا تعدادمون زیاد بود و من تعداد زیاد بود. به هر حال خوش اومد میگم. اسم من آلبرت بابایان، من شبان کلیسای آلفا اومگا هستم که تقریبا کلیسایمون از 1992 با یک نفر، یه برادری بود که با هم نشستیم دعا کردیم. خودش از ایران ایمان آورده بود، اومد هامبورگ. منم توی آلمان الان تقریبا 60 سال تو آلمان زندگی میکنم و از بچگی اومدم آلمان و اینجا من ایمان آورده بودم. توی کلیسای آلمانی زبان بودیم و اونجا با هم شروع کردیم به دعا کردن برای هموطنهای ما، کسانی که هنوز با عیسی مسیح آشنایی نداشتن. و همینطور از 1992 بود با دو نفر. بعد از یه مدتی یکم تعداد زیاد شد و جلسه خانگی داشتیم و بعد از جلسه خانگی در سال 1997 بود که کلیسامون ثبت کردیم. کلیسای ما اون زمان کلیسای ما اسمش کلیسای فارسی زبان پزش بخش نکاز نماینده کلیسای مسیحی فارسی زبان هامبورگ. و اونجا به هر حال کلیسامون ثبت شد و تعدادمون یواش یواش زیاد شده بودن و دیدیم که چقدر هموطنهای ما گرسنه هستن که با حقیقت آشنا بشن و مخصوصا ایرانی ها یا افغانی ها خیلی خدا ترس هستن و واقعا دنبال خدا هستن و میخوام با اون خدای واحد آشنا بشن. و خیلی ها بودن که آمده بودن و هر حال خودشون دلشون شکسته بود از خدا، از اسلام، و در حال جستجو بودن که چطور میتونم با اون خدا ارتباط برقرار کنم. و اونجا بود که افرادی که ما آمدن کلیسا، کلیسامون تقریبا 50-60-70 نفر شد و اون موقع سال 2003 بود که کلیسایمون اسمش رو عوض کردیم، چون نمیخواستیم محدود کنیم که فارسی زبان، بلکه میخواستیم به هر حال یه کلیسایی هست که میتونن از کشورهای دیگه هم بتونن بیان منتقل بشن و بتونن کلام پادشاهی خدا رو بشنون، کلام فیض خدا رو بشنون و با عیسی مسیح آشنا بشن. به این خاطر اسم ما عوض کردیم و کلیسایمون آلفا اومگا هامبورگ. و آلفا اومگا اسم عیسی مسیحه که میگه که من الف و یا هستم، الفا و اومگا هستم، اول و آخر هستم. و یعنی هر چیزی که هست در خداوند، در عیسی مسیح وجود داره، هر حیاتی وجود داره در مسیح هست. و به این خاطر هدف ما از اون موقع هم شد که بتونیم مخصوصا به هموطنهای خودمون، همینطور هم برای از کشورهای مختلف، الان تقریبا 20 ساله که خدا همینطور قلبای افغان زبانها رو باز میکنه که چطور واقعا خودشون جستجو میکنن. تو این چند سال تقریبا 10-15 که ایرانی ها با افغان با هم دیگه ما جمع میشیم و خدا رو با یک روح و یک دل رو میپرستیم. و برحال این کلیسا اینطوری ساخته شده و خیلی دورانای سختی هم گذاشتیم. فقط خدا رو شکر که الان خادمین زیادی توی کلیسا هستن، همینطور با برادرمون آرتین که آشنا شدیم که خیلی خدمت بزرگی میکنه، اعضایی هستن، افرادی هم هستن، برادر شهاب که پشت کامپیوتره و همینطورم مهدی، افرادی دیگه هم جا آمدن اینجا که به شما خدمت کنم. دوست داریم همون محبتی که خداوند به ما بخشیده و این لطف و محبت رو به دست آوردیم
مجانه به دست آوردیم، همینطور هم به شما منتقل کنیم و مخصوصا به شما عزیزان که این امکان رو ندارید که بیاین کلیسا و اونجا آزادانه خدا رو پرستش کنید، آزادانه کتاب مقدس رو بخونین. هر جایی هم که هستی، خدا رو شکر تو آلمان هم کشوری هست، هر جایی که هستی میتونی اونجا اعلام کنی، ایمانت رو اعلام کنی و بدون ترس ناراحتی. به هر حال همینطور که برادرمون برادر آرتین اشاره کرد، خیلی مهمه که چون این جلسه حقچیان سلسله مراتب ساخته شده، یعنی اینطوری نیست که هر دفعه یه چیزایی مختلف از جاهای مختلف اونجا صحبت میکنیم، بلکه واقعا مثل یک پله هست که قسمت به قسمت میدیم، یا بیشتر میگم که از یک اتاق به یه اتاق دیگه وارد میشیم. توی یک اتاق در مورد این قسمت هایی که صحبت میکنیم که همه چی درست متوجه بشیم، بعد از این وارد یک اتاق دیگه میشیم و اونجا بیشتر و بیشتر نورانی تر میشه، خیلی چیزهایی هست که برای شما باز خواهد شد. و هدف ما هم میخوام درست متوجه بشین این نیست که شما رو مسیحی کنیم، چون هیچ کسی نمیتونه شما رو مسیحی کنه، چون مربوط به قلب شماست و نیاز شماست، تشنگی شماست. به خود ما این جلسه بسید حقچیان واقعا دنبال حقیقت هستیم. تنها کاری که ما میکنیم اینه که عیسی رو به شما معرفی میکنیم و مثل یک واسطه هستیم و میایم میگیم که ببین این عیسی مسیح، این تجربه رو کردیم و این چشیدیم و متوجه شدیم و این آزادی رو داریم. این سرود آخرم که خوندیم، شادی کنان سرود خونم به حضور خداوند بیاری، یعنی این چیزی که ما دریافت کردیم به شما معرفی کنیم. تقریبا مثل یه غذای خوشمزه هست، وارد یه رستورانی شدی و غذای فوق‌العاده عالی چشیدی و دیدین که چقدر ارزون، چقدر یا خوشمزه هست، و سعی میکنیم به هر حال همه جا برین اینجا معرفی کنیم، ببین من یک رستورانی پیدا کردم خیلی ارزون، فقط فوق‌العاده غذای غذای خیلی خوشمزه هستن. فقط شما هستین که باید باور کنین، وارد این رستوران بشین و این غذا رو بخورین. من برای شما نمیتونم بخورم، من خوردم و هر روز میخورم و سیرم نمیشم، بیشتر و بیشتر میخورم، مزه این چیز رو، غذا رو بیشتر میفهمم. این غذای، منظور من اینه که مزه خدا رو، مزه شیرینی خدا رو، زیبایی خدا رو بیشتر و بیشتر درک میکنم. و جالبش اینه که عزیزان، خبر خوشه برای شما که واقعا حقچویان هستیم و مخصوصا که از ایران و از افغانستان، هر جایی که گوش میکنید، که بدونین که فقط ما ایمان آوردن به عیسی مسیح نیست، که ما مثال میگم ایمان میانی به عیسی مسیح و الان مثل اینکه از چند تا مشکلای زندگیمون حل میشه، بلکه اولین چیزایی که اتفاق میفته که اولین بارهایی که ما از زندگی ما برداشته میشه، روز به روز زندگی ما با مسیح یک بار مصرف نیست، بلکه روز به روز به شناخت خدا میرسیم. زیبایی خدا که واقعا من میتونم بگم یه چیزی که لذت میبرم از مسیح اینه که میتونم هر روز که با او رو پیروی میکنم، زمانی که آشنا شدم با او، ارتباط برقرار کردم، باور کردم، و هر روز میتونم به شناخت او برسم. یعنی الان تصور کنید اون خدای خالق میخواد خودش رو به خلقت خودش معرفی کنه. هر روز اینو میتونستین تصور کنید؟ تا حالا شاید اینطوری فکر کرده آی خدا کجاست، من کجا هستم، آیا اصلا خدا منو میشنوه؟ الان مثلا اینترست در زندگی من داره؟ فقط الان کتاب مقدس هم اینطور که برادرمون آرتین گفته که حتما اگه کتاب مقدس نداریم فردا توی جلسه اون شرکت بکنیم، اونجا میز کتاب هم هست، انجیل هایی هستن، انجیل میتونیم به شما هدیه بدیم، فقط کتاب مقدس رو اینجا میتونیم بخرین، چون خیلی مهمه. کتاب مقدس دو تا قسمت هایی هستن، عهد عتیق و عهد جدیدی هست. عهد عتیق در مورد اصلا خلقت، همون پیدایش شروع میکنه، خدا چطور ما رو خلق کرد، چه هدفی داره که امروز در مورد صحبت خواهیم کرد، و همینطور هم انجیلی که از عیسی مسیح شروع میشه، که عیسی مسیح پسر خدا و چطور آمده و چطور مأموریت او چی بود که ما رو به اون هدف خودش برسونه. و همینطور هم گفتم که
توی جلسه حقجیان امیدوار هستم و ما هم در دعا هستیم برای شما، مخصوصا برای شما هم اینطور در ایران که هستین، که آخر به اون واقعا باور ایمان قلبی برسین، ارتباط برقرار کنین. یک سیمی هست که مجوز میشین الان در قرن 21، سیم های وجود ندارن اونجا، فقط از طریق اینترنته. فقط من میتونم بگم مثلا اینترنت ما الان گوشی شما وصل کنین، چیز کنین، اینترنت نداشته باشین نمیتونین بس بشین، درسته؟ و یه اینترنت روحانی وجود داره، یه اینترنت خدایی وجود داره، شما نمیتونی با خدا ارتباط قرار کنین جز به وسیله اینترنت عیسی مسیح. عیسی مسیح یعنی به وسیله عیسی مسیح که آمد و روح خودش رو به ما بخشیدین، روح خداست مثل اینکه اینترنت رو باز میکنه که بتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. و خبر خوش دوباره به شما میگم عزیزانم که تو ایران هم هستین، واقعا دلتون شاید شکسته، الان ناامید هستین و در یک کشوری هم زندگی میکنین، هیچ امکانی هم نیست، ترس و ناراحتی، غمگینی، هر چیزی هم باید باشه، بدونین که این اینترنت مسیح بسته نیست، این تمام کره زمین رو فرو گرفت. هر کسی به عیسی مسیح ایمان بیاره، این روح القدس رو میگیره، دیگه وارد اینترنت الهی شده و اونجا میتونی ببینی که چطور خدا دعای شما رو میشنوه و چطور خدا نه فقط میشنوه، از طریق اینترنت هم همینطور با شما ارتباط برقرار میکنه و دعای شما رو میشنوه. آمین. یک سفری هست و امیدوار هستم الان این سفر فکر میکنم دو ماه طول بکشه، نمیدونم، ببینیم که خدا چطور هدایت میکنه، نمیدونم توی چیز آگهی من رو دیدین یا توی همون اینستاگرام اونجا گذاشته بودم و دعوت کرده بودم، گفتم که بیاین اینجا یک سفری هست، میخوام با شما یک سفری با شما برم، یه سفری هست که با عیسی مسیح، به شناخت عیسی مسیح و کارهایی که عیسی مسیح کرده. همینطور هم که قبل از اینم گفتم، یه دوران ما که میریم سلسله مراتبه، همینطور برادرمون آرتین که اینجا گفته، این چیزها رو کجا گذاشتم؟ اونجا سیا میتونی بیاین، این جزوه هایی هست همینطور که برادرمون آرتین گفته، تمام چیزهایی که اینجا تعلیم میدم کتاب نیست، فقط چیزهایی که من تعلیم میدم اینجا همینطور از طریق عکسایی هستن، تصویرهایی هستن، آیه هایی، همه چیزهایی که اینجا نوشته به وسیله این تصویرها خیلی چیزهایی میتونی متوجه بیشتر میتونه برای ما باز بشه. یا اینجا همه چی نوشته شده و اینم میتونین به هر حال بخونین توی خونه، چون معمولا اینطوری که هر چیزایی که میشنویم شاید 20% 30% در مغزمون حد اکثر بمونه، 70% 80% ما فراموش میکنیم. دانشمندان این دنیا اینطوری چیز کردن. و جز از اینکه واقعا برین و بگین که امروز چه چیزایی شنیدم و الان دوباره میخوام به مطالعه کنم، و خیلی مهمه عزیزان، میخوام به شما بگم همینطور عزیزان، شما این جزوه رو نمیتونین بگیرین، فقط کسانی که توی ایران هستن و امکانش رو ندارن، ما از طرف PDF میتونیم برای شما چیز کنیم، انتقال بدیم یا بفرستیم برای شما، فقط احتیاج به چیز واتساپ شما رو داریم یا ایمیل آدرس شما رو داریم که بتونیم اونجا برای شما بفرستیم که بتونیم خودتان اونجا داشته باشیم. فقط برای شما الان همونطوری قیمت چقدر بود؟ 10 یورو 50 میتونین رو بخرید و اینم خیلی خوبم هست که برای خودتون میتونید داشته باشین و همینطور هم زمانی که به افرادی ما آشنا میشین و شروع میکنیم به بشارت دادن، از این چیز هم خیلی میتونین استفاده کنیم و میتونم به شما یا ببخشید یا دعوت کنیم برای جلسه حقجیان. برای بعد از جلسه یا الان اگه کسی اینترست داره میتونم الان به شما بدم، دیگه میتونین جا دیگه خودتون میتونین مطالعه کنین، اگر نه بعد از جلسه هم یه امکانم هست که بتونین بخرین. این چیزایی بود که
مهم بود. بگم یه چیزی دیگه، تو جلسه اخجیان من برای قسمت هایی هستم، فکر 24 تا قسمت هایی هست که در مورد صحبت خواهیم کرد. هر بخشی هست که من زمانی که صحبت میکنم و من دوست دارم واقعا سوال هایی از شما بشم، یعنی کسانی که واقعا برای شما هنوز مشخص نشده یه چیزهایی برای شما باز نشده، صبر کنید. زمانی که این بخش تمام کردم این امکان رو به شما میدم که سوالی بکنید و بتونم سوال های شما رو جواب بدم. عزیزان شما که اونجا بینندگان عزیز، شما میتونید اونجا اگه چیزی هست میتونید همینطور سوال های شما رو اونجا بنویسین و بعد از جلسه اونجا میتونم سوال های شما هم همینطور سعی کنم جواب بدم. فقط خیلی مهمه، سوال ها به وجود خواهند آمد، یا اینطوری نیست که همه چی برای شما باز میشه. چیزهایی هستن که همه ما منحصر به فرد هستیم، همه ما از یک گذشته ای آمدیم، از یک جامعه ای آمدیم و خیلی چیزهایی هست برای یک کسی میتونه همه چی آشکار بشه، برای یک کسی هنوز نمیتونه هنوز درست متوجه بشه، احتیاج به سوال هایی هست. به این خاطر سعی نکنیم جلسه تمام بشه که الان بعد از این بیایم با من تنها صحبت کنین، بلکه سعی کنین که سوال شما که میکنیم شاید برای بقیه هم همینطور باعث برکت بشن. خجالت نکشین، ما دوست داریم شما هم همینطور هم با همدیگه هم اینجا آشنا بشین. و معمولا ما اینجا دو تا بخشایی داریم. اولین بخش اینه که اولین قسمتی از بعد از این یه پازه خواهیم داشت، پازه 15 دقیقه که اونجا خادمین اینجا چای شیرینی آماده کردن که بتونید اینجا یکم خودتون رو فریش کنین، فریش میشه آلمانی، تازه کنین. و بعد از اینم قسمت دوم، بعد از اینم تقریبا یه نیم ساعت سی رو من اونجا طول خواهد کشید و دوست داریم همینطور با همدیگه هم یکم آشنایی پیدا کنین. این یه چیز داوطلبانه است، چون مسیحیت یک چیز تنهایی نیست، راه تنهایی نیست که ما میریم. مسیحیت یعنی با هم مشارکت داشتن، ارتباط قرار کردن، چون خدای ما خدای ارتباطی هست، یا و خدا ما رو که خلق کرده برای ارتباط خلق کرده و به این خاطر خیلی مهمه که با هم دیگه هم آشنا بشیم و همینطور هم عطا و همینطور استعدادها، چیزهایی که گنجهایی که خدا به تک تک شما بخشیده بتونیم اونجا با هم دیگه هم آشنا بشیم. همه شما تک هستین، منحصر به فرد هستین و خواهیم دید که تو این جلسه چقدر خدا شما رو دوست داره. آمین. گود. فکر میکنم چیزی فراموش نکرده باشم. پس قبل از اینکه شروع کنیم میخواستم بپرسم آیا الان کسی سوالی داره؟ چیزی هست؟ سوالی؟ همه چی روشن؟ یا در مورد این غذای خوشمزه که صحبت میکنم، اون موقع مثلا میتونی بپرسی چه ادویه اینجا گذاشتین تو، چون موقع این از این در مورد این ادویه ها میتونیم اینجا صحبت کنیم. فقط الان که صحبت سوال کردم، فقط برای این قسمته که چیزایی که الان من گفتم در این قسمت سوال هایی هست یا نه. باشه، گود. همینطور که متوجه شدیم، اینم دوباره آخرم بگم، کیا بودن که هنوز کلیسامون نبودن؟ همه شما توی کلیسا شرکت کردین؟ نه؟ شرکت؟ آها، یا باشه. الان اگر بقیه هم همینطور میدونین کلیسامون، یعنی نه فقط کلیسامون، اصلا کلن کلیساها، زمانی که وارد کلیسا میشین چیزی که خیلی مهمه برای ما پرستشه. و پرستش هم برای یک وظیفه ای نیست که ما انجام میدیم و میگیم که هم الان ما باید یک پروگرامی انجام میدیم. پرستش یعنی خدا رو بلند کردن، اعلام کردن و سرود خوندن. همینطور هم که سه تا سرود هایی که شنیدین
اولین سرود همینطور چشمای قلبم خدا باز کن، گوشهای قلبم رو باز کن که بتونم بشنوم. خیلی مهمه که تو هر کسی که مثلا که زنی هم که توی چیز هستن، ایران هستن یا خارج از آلمان هستن، بدون دعا کردن و طلبیدن فقط بیاین اینجا بشینین، اینجا شرکت کنین و برین اونجا، بعد از یک هفته دوباره بیاین اینجا بشینین و دوباره گوش کنین، به شما میگم که اتفاق نخواهد افتاد و همینطورم برای شما. خدا میگه که به طلبید به شما داده میشه، یعنی خدا به تک تک قلب شما نگاه میکنه. عزیزان شما خیلی مهم هستین، منظر به فرد هستین، همینطوری به شما گفتم. فقط خدا دنبال قلبهایی هستن که واقعا او رو جستجو میکنه. به این خاطر خیلی مهمه که زمانی که همینطور که شنیدین، خودتو در روزمره زندگیتون همینطور در دعا باشین، کتاب مقدس رو که میخونین و خودتون به طلبین. و هم یک شنبه هایی که ما جمع میشیم و همینطور هم اینجا هم که شروع کردیم به جلسه همون، اینجا با پرستش شروع کردیم و تو پرستشی که ما الان چشمون میبندیم یا باز میکنیم، دستمون بلند میکنیم یا بلند نمیکنیم، میشینیم، مهم اینه که با قلبمون این دعا رو بکنیم. خدا من امروز هم بیا با ما، قلب من صحبت کن، من میخوام واقعا با تو آشنا بشن، نمیخوام مسیحی بشم، میخوام با تو، با خدا، با تو آشنا بشم، با خدای واحد آشنا بشم و بیا خودت رو به من آشکار کن. با این نیت، با این آرزو، با این تشنگی که دعا میکنین، نه فقط امروز بلکه هر روز که صحبت میکنین، خدا به اون قلب نگاه میکنه، میگه که واقعا این شخص، واقعا الان اسمش ما رو نمیدونم هنوز، واقعا منو میخواد. و اون موقع هست که خدا در رو باز میکنه که خودش آشکار کنه. درسته یا نه؟ اگه الان دنیایم صحبت کنم، اگه مثال میگم با یک شخصی آشنا میشین که اصلا مثال میگم خودش سراغ شما رو نمیگیره، اصلا اینترست به شما نداره، هیچ موقع در شما این آرزو به وجود نمیاد مثلا بری اونجا خودت رو معرفی کنی، چون اینترست نداره با تو آشنا بشه. نه، میگه که اصلا من رو اصلا رد میکنی یا نه اصلا نمیخواد. فقط یه کسی رو واقعا میبینی که واقعا علاقه منده، اون موقع خیلی راحت تر میتونین اونجا قدم بردارین و خودت رو آشکار کنین. همینطور خداست، خدا محبته، فقط خدا دنبال قلبهایی هست که واقعا او رو میخوان، خود خدا رو میخوان، خود عیسی مسیح رو میخوان که آشنا بشن. و طبق این قلب، طبق این آرزو و تشنگی، خدا خودش رو مکاشفه یا آشکار میکنه یا خودش رو معرفی میکنه. به این خاطر در این قسمت خواهش میکنم از شما عزیزانم، همینطور که نگاه میکنین، خودتون در دعا باشین، از خدا بطلبین، کلام رو خدا بخونین، فکر کنین، سوال کنین، خواهید دید چطور خدا معجزه آثار بیاد اونجا خودش رو به شما معرفی میکنه. به خاطر الان من با یک دعاشو میکنم و خوب میشه خودتونم همینطور اگه چشمون ببندین یا باز کنین، به هر حال مهم اینه که با قلبتون این دعا رو بکنین. خداوند ممنون هستیم که به ما این امکان رو دادی خداوند، امروزم دوباره این جلسه حقچیان رو شروع کنیم. تو خدا هستی، تو آگاه هستی از زندگی ما، تو از آینده ما اطلاع داری خداوند. هنوز فکرایی تو فکرمون نامده، تو میدونی خداوند، آرزوهای قلبمون میدونی، دردهای ما رو میبینی خداوند، سردرگمی که ما زندگی میکنیم میدونی، از همه چی تو خبر داری خداوند. و چون تو خدای محبت هستی، خدایی نیستی که ما رو خلق کرد که ما رو ول کنی، بلکه همه ما منحصر به فرد هستیم و برای تو مهم هستیم. هرچقدر تو رو نمیشناسیم، فقط تو هستی که ما رو میشناسی و امکانات رو به ما میدی که بتونیم بیایم و با تو آشنا بشیم. و الان هم دعا میکنم خداوند، این عزیزانی که اینجا هستن، خداوند تو انگیزهایشان رو میدونی، افرادی که گوش میکنن تو انگیزهایشان رو میشناسی خداوند. و دعا میکنم خودت خداوند این زمان رو، این امکانی که الان تو فراهم کرده برای ایشان، تو استفاده کنی خداوند که بتونی با قلبشون صحبت کنی خداوند،
که خودشون هم بدونن که شاید تصادفی وارد این برنامه شدن. این تصادفی نبود، بلکه فیض تو بود. و این عزیزانی که اینجا هم هستن، تو هستی که بهشان این امکان رو دادی که بیان با تو آشنا بشن. شاید انگیزه های اشتباهی دارن، شاید هم فکرهای اشتباهی دارن، فقط تو هستی که حتی از اینم استفاده میکنی که خداوند خودت آشکار کنی. پس تشکر میکنم و جلال رو واقعا به تو میدم عیسی جان. زبان منم خداوند تو با کلام تو مست کن خداوند، که هر چیزی که احتیاج هست که باید بشنون و بفهمن تو به وسیله روح القدست انجام بده. اینو دعا میکنیم در نام عیسی مسیح خدای زنده ما. آمین و آمین. این جلسه ما الان که کتاب مقدسی که میخوایم الان عبور کنیم، معمولا یه کسی که کتاب مقدس رو برمیداره شروع میکنه به خوندن. یه قسمت اونجا میخونه، یه قسمت اونجا میخونه، یه قسمت چیزی، قسمت هایی که چیزایی که مثلا شنیده برمیداره. فقط تقریبا مثل یک پازل میشه، اصلا نمیدونی که چه چیزایی، چه موضوعهایی هستن، چه ربطی به عیسی داره. و تقریبا مثل یک نقاشی هست که یه نقاشی کرده و تقریبا این مثل اینکه نقاشی رو برمی‌داری، تیکه مثل پازل می‌کنی، تیکه‌ای می‌کنی و همین چیزا رو به هم می‌ریزی. آخرش هم نگاه می‌کنیم این پازل، میگی که اصلا هیچ تصویری اینجا می‌بینم، هیچ چیزی نمی‌بینم. و جلسه حقچیان ما تقریبا زمانی که اینو نگاه می‌کنی، یک تابلویی هست یا یک نقاشی هست، یا زمانی که اینو نگاه می‌کنین تقریبا مثل یک کتاب مقدس رو نگاه می‌کنی، از یه جای یه چیزی دیگه می‌شنوین و خودتون هم برای تحقیق میکنین. اینجا میبینی که چه جنگ و چه درد و چه فشارهایی هست، چه کشته میگن. و در قسمتی میبینیم محبت، در قسمتهایی مثلا در مورد شیطانه و آیا واقعا شیطان وجود داره نداره، آیا جهنم وجود داره نداره. این تمام چیزهای سوالهایی هست که متوجه نمیشیم. تقریبا مثل این که این عکس رو نگاه میکنیم. و جلسه حقچیا طوری ساخته، یعنی طوری خدا هدایت کرده که کلن اصلا کلن خدا نقشه اصلی خودش رو اول به ما نشون بده. زمانی که خدا نقشه خودش، فکر خودش که برای بشریت داشت نشون میده و تو این جلسه حقچیان این خدا هدایت کرده، تصویر درستی خواهیم داشت از فکر خدا و نقشه خدا. اینو الان نقشه اصلی رو نگاه میکنی، میبینیم که شهاب این عکسی هست. اینجا میبینی که یه عکسی انتخاب کردم، این عیسی مسیحه. نمیدونیم اینجا دورش رو میتونی کوتاه کم کنی، شاید اینجا میتونم بهتر ببینن. اینم برنا. اینجا میبینی که عیسی مسیحه، یه بره هست که در دست عیسی مسیح هم هست و اونجا هم دست راست عیسی مسیح، اونجا گرگایی هم هست که اونجا همینطور با خشونت میخوان نگاه کنن. و این بره رو که نگاه میکنی خیلی در آرامش، اونجا در امنیت، در دست های عیسی مسیح هست و عیسی مسیح هم با این دستش مثل یه اقتداری هست که اونجا نشون میده که این گرگ ها همینطور هستن. گرگ هست یا فقط این گرگ ها دیگه هیچ غیرتی، هیچ قدرتی ندارن. تو زمانی که این عکس رو نگاه میکنین، آیا واقعا به شما آرامش میده؟ دوست دارین این گوسفند باشین، این بره باشین در دست او، دور از شیطان و نیروهای تاریکی؟ سو این تصویری هست که به هر حال کلن نقشه خداست. یعنی منظور اینه که چیز نقاش این کار کرده که به ما اینو نشون بده. و قبل از این اکسار که میدیم مثل پازل شد، پازل بود و همه چی به هم ریخته بود. و جلسه حقچیان همینطور ما چیز کردیم، یعنی خدا هدایت کرده که اول اصلا نه در مورد عیسی مسیح صحبت کنیم یا در مورد گناه و در مورد این چیزا، بلکه اصلا کلا بدونیم چرا اصلا خدا ما رو خلق کرده، نقشه خدا برای انسان چی بود. من فکر میکنم مهمترین سوالی که هر شخص در این دنیا داره اینه که چرا خدا منو خلق کرده؟
چرا زندگی میکنم؟ اصلا زندگی چیه؟ آیا واقعا ما زندگی میکنیم؟ یعنی زندگی یعنی نفس میکشیم؟ آیا خدا؟ و بعد از اینم با درد و رنج و فشارهای و شادی ما موقتی است. الان شادی بعد از نیم ساعت میتونه غم باشه. آیا حیات اینه؟ چرا خدا منو خلق کرده و همینطورم چرا من زندگی میکنم؟ و من مطمئن هستم اگه این بخشایی که توی کتاب مقدس نوشته اینو واقعا متوجه بشیم، یعنی باور کنیم به اون کلام خدا، خواهیم دید که زندگی شما چه معنی پیدا خواهد کرد. و مخصوصا متوجه میشین چقدر با ارزش هستین و چقدر مورد محبت خدا هستین. آمین. خبرهای خوشه. ما باید پس نگاه کنیم به نقشه خدا، و نقشه خدا الان در اولین اشاره‌ای که خدا کرد در پیدایش باب 1 آیه 26، زمانی که خدا قبل از این تمام دنیا رو خلق کرد، میگه که خدا آسمون‌ها و زمین رو خلق کرد و زمین تویی و تاریک بود و خداوند گفت روشنایی شود و روشنایی شد. این پیشنهاد رو می کنم توی یک هفته دو هفته حتما پیدایش باب 1 آیه باب 1 باب 2 باب 3 رو، این 3 تا باب رو بخونین، نه فقط یک بار، دو بار سه بار همینطور بخونین، چون خیلی چیزایی که اینجا نوشته که خیلی مهمه که درست متوجه بشیم، و توی جلسه اول و دوم در مورد این قسمت هم صحبت خواهیم کرد. پس اولین اشاره‌ای که خداوند کرده در پیدایش باب 1 آیه 26. قبل از این تمام دنیا رو تمام طبیعت رو به دنیا آورده، تمام حیوانات رو، تمام حیوانات دریا رو به وجود آورده، و بعد از این رسیده به آیه 26 و میگه که خداوند گفت بیاییم. همین بیاییم، بیاییم یعنی بیشتر از یک نفر هستن، نه؟ در موردش فقط اینو تو پارانتز بذارین و در موردش صحبت خواهیم کرد. بیاییم آدم رو به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نمایند. پس اینجا میبینید که زمانی که خدا شما رو و من رو خلق کرد، این فکر رو کرد، این اعلام رو کرد، گفته که من میخوام یک خلقتی خلق کنم که شبیه من باشن. نه فقط اینطوری بگم که شبیه من باشن مثل فیزیکی باشه، از طریق شخصیت، از طریق ماهیت، اخلاق، قدوسیت، پاکی. زمانی که میگه شبیه من، یعنی خدا پاکی مطلق، قدوس، بی عیب، هیچ چیزی بدی در او وجود نداره. موافق هستین؟ آمین. پس خدا میگه که آدم رو به صورت ما، موافق شبیه ما خلق کنیم تا تمام چیزایی که قبل از این باب 1 آیه از آیه 1 تا آیه 25 رو صحبت کردم، همه چی رو خلق کردم به دست ایشان بدم که ایشان حکومت کنن. پس ما اینطوری تصادفی به دنیا نامدیم. خدا میگه که مثلا بیاین یه چیز رو خلق کنیم، بیاین زندگی کنن، آخرش هم ببینه اگه درست زندگی کردن میرن بهشت، بد زندگی کردن جهنم. پس هدف فکر خدا اینه که ما رو به شباهت خودش خلق کنه. زمانی که این کامپیوتر اینجا خلق شده، خلق نمیگن، چی میگن؟ چی شده؟ ساخته شده. یا یعنی یک مهندسی بود نشسته فکر کرده، گفته پس بیایم یا بیام یه چیزی رو
درست کنم که زمانی که این افراد اینطوری روش می نویسن تصویرم بیاد و میتونن جامعه تو تمام حروف ها رو بنویسن، عکس ها رو بنویسن. و این فکر رو کرد، این کامپیوتر هنوز نبود، فقط توی فکر تو قلب اون چیز بود. بیل گیتس مثال میگم، بیل گیتس زمانی که این کامپیوتر رو چیز کرده یه تصویری داشت، گفته من میخوام یک کامپیوتری داشته باشم، یعنی درستش کنم، یا که در تمام خانه ها یک چیزی باشه، یک کامپیوتری باشه. اون زمان کامپیوترهای بزرگ بودن، اصلا این اتار رو فرو میگرفتن. اینم برای یک چیزای سازمان های بزرگ اون موقع هم اصلا کلن حرفه‌ای هم نبود. فقط این ویزیونی داشت، ویزیون یعنی این تصویری داشت و طبق این شروع کرد اینو درست کردن. و الان هم میبینیم که چقدر بعد از 20 سال، 25 سال، 30 سال الان چقدر چیز پیدا کرده. چی پیدا کرده؟ تکمل پیدا کرده. مرسی. بعضی وقت اینو فراموش کردم به شما بگم، زبان فارسی من الان زمانی که 1991-92 شروع کردیم برای ایران دعا کردن، اون موقع اصلا کلن فارسی من اصلا فراموش کرده بودم. ما تا چهارم دبیرستان اینجا مدرسه رفتم، بعد از اینکه آمدیم آلمان، اینجا من ارمنی زبان هستم و ارمنی رو برای زبان خونگیمون بود، وطنیمون بود. بعد از این آلمانی انگلیسی صحبت کردم، کلا فراموش کرده بودم به زبان فارسی. اونجا موقع فقط سلام و حالت چطور اینطوری چیزا میکرد، فقط خدا هدایت کرد که زبان فارسی من الان بهتر شد، بعد از اینم بیشتر بهتر شد که بتونستم این برحال خدمت شبانی رو انجام بدم. بعضی وقت هست که یکم ضعف میارم، اون موقع کمکم کنی، میتونی اینجا کمک کنی که بعضی وقت لغت ها رو فراموش کردم، یاد نمیدونم درست توضیح بدم. فقط شما که نمیتونین کمکم کنی تو ایران، فقط اجازه داری، یعنی چیز خیلی خوشحال میشم که کمکم کنی، که فقط خواهش میکنم همه با هم میکنی نمیفهمم، یکی حداقل یه نفر اینجا گود. اوکی، پس اینجا میبینیم که خیلی مهمه اینو متوجه بشیم. چیزی که خدا اول اشاره میکنه یه چیزی هست که چیز اصلیه، ریشه‌ایه. زمانی که خدا باب یک آیه یک دو میگه که خدا آسمون ها و زمین رو خلق کرد و زمین تویی، یعنی تاریک بود، به هم ریخته بود و خدا گفت روشنایی شود. خدا گفت روشنایی شود، روشنایی شد؟ شد یا نه؟ شد. پس زمانی که خدا یه چیزی میگه میشه یا نه؟ بعد از این خدا گفته تمام حشرات رو و شروع کرد توضیح دادن، همه چی شد، تمام طبیعت رو خداوند گفت و شد. و خداوند گفت که تمام این حیواناتی که در این دنیا هستن تک تک خداوند گفت و شد. الان خدا گفته که آدم رو به صورت ما و موافق شبیه ما خلق کنی که سلطنت کنن، گفت میشه؟ میشه. باور میکنه؟ میشه. پس خدا به هدف خودش خواهد رسید. الان وضع ما یکم خراب شده الان. پس یه اتفاق توش افتاد که خراب شد. نه، در مورد صحبت میکنه. بعد اینجا میگه که در این بالا توی پیدایش بود و پایین اینجا در عهد جدیده، که اینجا افسیان باب 1:3-5 زمانی که اینم میخوام توضیح بدم که متوجه بشین، چون بعضی وقت که این از آیه هایی که در عهد جدید میخونیم اینجا درست متوجه بشین. اونجا زمانی که میگین که افسیان باب 1، یعنی منظور اینه که یک رساله ای بود که پولس نوشت، پولس یک رسول بود به کلیسای افسوس که الان در ترکیه هست. و زمانی که میگه که افسیان باب 1، یعنی منظور اینه که یک رساله یک نامه‌ای هست که پولس نوشته برای کلیسای افسوس. و
و اونجا مثلا دستوراتی هست یا نصیحت هایی هست، مکاشفه هایی هست که به دست آورده، یا تقریبا مثل این که من به مثلا برادر خواهی تو ایران مثلا یه نامه بنویسم و اونجا تمام چیزا رو بنویسم و میگم که زو الان این نامه رو که به ایران فرستادم، مثلا نامه‌ای که مثلا پاستور آلبرت برای تهران نوشته. متوجه هستین؟ پس بدونی که در عهد جدید اونجا کلوسیان هست، اونجا رومیان هست، اونجا قرنتیان هست، یعنی نامه هایی هست که پولس رسول این نامه ها رو اونجا نوشته و این هم به وسیله روح القدس دمیده شده، روح القدس مکاشفه کرده. چون ما باور میکنیم هر کلامی که توی کتاب مقدس نوشته الهام خداست، خداست گفته و خدا مواظب کلام خداست، کلام خودشه که اتفاق بیفته. که الان مسلمان ها یا مسلمان ها میگن که کلام انجیل اونجا چی شده؟ چی میگن؟ دست زده شده. آیا خدا اجازه میده کلامش دست زده بشه؟ اگر اینطوری هم باشه خب قرآن هم میتونه دست زده باشه. خیلی چیزهای ما میتونیم به هر حال بگیم. فقط کلا میخوام الان نه در مورد اسلام صحبت کنم، فقط در مورد این که متوجه بشین که هر کلامی که هست توی کتاب مقدس نوشته و اینو باور باید بکنیم که خدا نوشته. هر چقدر بعضی وقت نمیفهمیم، هر چقدر بعضی وقت هم به ضرر ما گفته شده باشه، اگر باور کنم باید بدونم که این خداست. فقط مهم اینه که به هر حال با این دید خدا و با این انگیزه خدا چرا ما رو خلق کرده نگاه کنیم. پس در افسسیان ما به یک آیه 3 تا 5 اونجا همینطور پولس رسول نوشته که پس و خدا پیش از بنیاد عالم، نه خدا پیش از بنیاد عالم خدا ما رو آفرید تا در حضور وی در محبت مقدس و بی عیب باشیم. دوباره میخونم، خدا پیش از بنیاد عالم، بنیاد عالم یعنی چی؟ بنیاد عالم، هنوز ما نبودیم، یا هنوز ما نبودیم، هنوز دنیا نبود، هیچ چیزی نبود، قبل از بنیاد عالم چی کرد؟ خدا ما رو آفرید تا در حضور وی در محبت مقدس و بی عیب باشیم. چون خدا محبته ما محبت باشیم، مقدسه یا قدوس ما مقدس باشیم، چون خدا بی عیبه ما بی عیب باشیم. پس قبل از بنیاد عالم هنوز هیچ چیزی نبود، خدا تو فکرش بود که خلقتی خلق کنه که شبیه او باشه. زمانی که چون ما شبیه خدا هستیم، آرزوهایی داریم یا نه؟ رویاهایی داریم یا نه؟ چرا؟ بعضی وقت هست که رویاه کاش که مثلا من نمیدونم چه مشکلی داریم، مثلا افرادی تو ایران هستن، کاش که میتونم مثلا هیچ چیزی پیدا کنم که بتونم مثلا تو آمریکا یا آمریکا چی یا آلمان زندگی کنم. یه تصویری هست، نه رو رویایی هست. شما هم که اینجا مرال نوشتید نشستین جستجو میکنیم، مرال رویاهایی دارین. از کجاست؟ نه میگم که الان نه درست الان این رویایی دارین یا نه؟ خود این رویا از کجاست؟ طبیعیه. میگیم ما میگیم طبیعی از کجاست؟ نه خیلی پیچیده میکنه همه چی رو. وجود آفرینش که همه تصویر دادنش هست. حالا شما هر چیزی که رویا فکر میکنه رویا نیست، دستی آفرین مثلا امیدی که خدا داره. نه خیلی پیچیده میکنین بابا، خیلی خیلی راحت. خدا قبل از بنیاد عالم در خودش این رویا رو داشت اینو انجام بده. ما آرزوهایی داریم، رویاهایی داریم، من از کجاست؟
یعنی چون ما شبیه خدا خلق شدیم ما هم رویاهایی داریم. این رویا خودتون چیز نکردین که، به وجود نوردین. هر چیزی که هست و داریم از خداست. چون خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده، ما میتونیم بریم توی تصویرها رویاهایی برای ما درست کنیم. زمانی که هنوز ازدواج نکرده بودم با همسر اول من که متاسفانه فوت کرد، هنوز ازدواج نکرده بودیم، فقط با هم دیگه زندگی میکردیم. اون موقع دیگه قرن 21 نرمال بود که اصلا ازدواج هنوز نمی کنیم، با هم زندگی میکنیم. قرن 21 و اونجا با هم می نشستیم و شروع میکردیم فانتازی کردن، گفتن آخ خیلی خوب میشه مثلا یه خونه ای داشته باشیم. و همینطور فرم خونه رو چیز میکردم و همسرم همینطور میگفته و این بچه های سه تا بچه ها داشته باشی، موهای تو رو داشته باشه، ولی ششمای منو داشته باشه. و شروع کردیم به فانتازی کردن، لذت میبردیم. هنوز هیچ چیزی نبود و لذت میبردیم. تصویری بود که زمانی که من میام خونه با یاگوار خودم، چرا بچه های من همینطور میدوهم پیش من همینطور. و همینطور آسفالت نبود، فقط سنگ های سفید بود. یعنی تمام چیزها رو تصویر می کشیدیم، لذت می بردیم. چون شبیه خدا خلق شده بودم، چون خدا اینطوریه، تصویر داره و اعلام می کنه و میشه. فقط متاسفانه ما اینطوری نیستیم، ما تصویرهایی داریم، فقط ما نمی تونیم کنترل کنیم، کاری نمی تونیم انجام بدیم. ما فقط دیگه اون موقع دیگه وابسته به خدا هستیم، میشه یا نمیشه. فقط زمانی که خدا گفته که بیاییم و آدم رو به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا در مایان حکومت کنن برحال، و همینطور خدا پیش از بنیاد عالم این رویا رو داشت، این تصویر رو داشت ما رو اینطوری خلق کنه. به این خاطر ما هم همینطور شبیه او خلق شدیم. پس من زمانی که اینو باور میکنم به این کلام، پس میتونم ببینم که، یعنی باور کنم که خدا منو پس شبیه خودش خلق کرده. همون که رویایی دارم از خداست، چون شبیه خدا خلق کرده. آیا حیوانات رویایی دارن؟ آرزو دارن؟ یه گاو آرزو داره یک روزی من فیل بشم؟ گاو نمیدونم، چون شبیه خود خلق نشدن، اون خلقت خدا هستن. آرزوی ندارم، پیشرفت هم نمی کنم. ما پیشرفت می کنیم یا وجدانی داریم. برحال پس اولین اشاره که میبینیم که چیزی که خدا خلق کرده، یعنی شما رو که خلق کرده، ما رو خلق کرده، ما رو شبیه خودش خلق کرده. این اصلا کلن یه چیز مهمیه که باید بدونی که الان اینجا کشم اونجا نشستین، چون خدا خواسته شما باشین و برای این خلق شده یک روز شبیه خدا بشین. دومی قسمت هم بگم بعد از این میتونیم یه پازی داشته باشیم. پس اینجا میگه که قسمت بعدی چیزم ندارم نشون بدم. اینجا میگه که بر زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند چی کنه؟ حکومت کنه. پس خدا برای ماموریتی ما رو خلق کرده، برای حکومت. چرا خدا گفته که انسان شبیه خودم که حکومت کنه؟ دست دومان شما که یک بار شرکت کردیم میدونم که دیگه میدونید. کسانی که شرکت هنوز نکردن بگین. چون که حیوان رو به قول شما خودش خلق نکرده، و حیوان انسان یک
موجودی هست که اگه یکی اونو کنترل نکنه، مثلا مثل حیوانی که رام میشن، دیگه همون وحشی و اصلا نمیتونه بهش نزدیک بشه، اینا با انسان هم قرار بوده تو زمین زندگی کنه. یا گود اوکی. ببخشم تو جلسات حضوری شرکت نکرده بودم، اما آنلاین شرکت کردم، اطلاعات کم دارم. یا نه اب نداره، اب نداره، هر سوالی هم از اشتباه هم باشه اب نداره، مهم اینه که میتونین بگیم که جواب صحیح میرسیم. یا چون خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده، آیا خدا حکومت میکنه؟ خطبه. و زمانی که ما رو خلق کرده شبیه خودش، نمیگه که الان بیا اینجا بشین هیچ کاری نکن، اونجا فقط بشین زندگی کن، بلکه خدا یک مسئولیتی، یعنی یه چیزی، مأموریتی به ما بخشیده که چون شبیه خودش خلق کرده که بتونیم هر چیزی که خودش خلق کرده به ما ببخشه که ما بتونیم اونجا حکومت بکنیم. فقط الان حکومت، کلن این لغت حکومت یک معنی منفی داره، نه؟ درسته؟ و این منفیه که بیشتر، چون در یک دنیای گناهالو زندگی میکنیم، ناعدالتی میشه و ظلم میشه، الان فشار روی ما میاد، توی ایران هم همینطور، الان کشور دیگه هم همینطور هم هست، حکومت یک معزه منفی میده. فقط میخوایم ببینیم که حکومت از دید خدا یعنی چی. در پیدایش باب 1 آیه 27 و 28، این درسته؟ یا درسته. گود. کسی هست که میتونه خوب و بلند بخونه بدون خجالت؟ مجید؟ برادر مجید؟ پیدایش 1:27-28. پس خدا آدم را به صورت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید، و خدا ایشان را برکت داد و به ایشان گفت باربر و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین می‌خزند حکومت کنید. گود. پس اینجا نگاه میکنیم یه خدا، پس آدم رو خلق اولو که اینجا که خلق کرده به شباهت خودش، بعد از این میگه بارور و کثیر شوید و زمین رو پر سازید و در آن تسلط نمایید. پس اینجا میبینی که خدا اینجا مأموریت به آدم و حوا بخشیده، یعنی یک کاری هست که باید سی میکردن. بعد از این قسمت دوم پیدایش باب 2:8-9 و خداوند و خداوند باغی در عدن به طرف مشرق قصد نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. خداوند هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویاند و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را. گود. پس این باغی درست کرد، درسته؟ و آدم رو اونجا گذاشت. پس آیه 15 میگه پس خداوند خدا آدم رو گرفت و او رو در باغ عدن گذاشت تا کار آنها رو بکند و آن را محافظت نماید. زمانی که این کلام رو میخونیم میبینیم که الان در مورد حکومت که صحبت میکنم، همینطور که گفتم چون خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده، پس خدا یه مأموریتی به ما میده که حکومت کنیم. حکومت کردن یعنی نگهداری کردن، محافظت کردن، تکثیر کردن و
همون طوری که خدا با ماهیت خودش خدمت چیز میکنه، حکومت میکنه، همه چی رو نگه میداره، بازسازی میکنه، چیزی که تاریکه، چیزی که الان اونجا میگه که و دنیا تاریک بود و به هم ریخته بود، خدا همه چی رو بازسازی میکنه. و به این خاطر حکومت کردن از دید خدا این نیست که الان بتونی تسلط پیدا کنی که روی انسان، روی چیزایی که خدا خلق کرده، بلکه نگهداری کردن. پس حکومت از دیدگاه خدا محبت، مسئولیت پذیر، محافظت، مراقبت، تکثیر و باروری. چون خدا اینطوری حکومت میکنه. به این خاطر ما چون شبیه خدا خلق شدیم، همینطور هم با همون نیت، با همون فکر، با همون قلب، با همون محبت بتونیم همه چی رو بازسازی کنیم. معمولا نرمال اینطوری که الان میگم که حکومت کردن مزه منفی پیدا شده زمانی که گناه وارد دنیا شد، فقط الان اینطوری نگاه کنه، اگه یک زندگی یک زناشویی یا خانوادگی نگاه میکنیم، معمولا اینطوری متاسفانه مزه منفی که آمده میگه که مرد سر خانه هست، درسته؟ یعنی مردی هست که تقریبا حکومت میکنه. بعد متاسفانه الان این حکومت کردن اینطوری شده که واقعا مثل یه تسلط پیدا کردنه که الان مردی هست که الان فقط برای خودش فکر میکنه، همه چی دو طوری باید الان جا، الان خانواده، بچه و زن، همه چی باید اینطوری چیز کنن، چی میگن، حرکت کنن اینطوری که خودش میخواد. اون موقع مرده که الان سلطنت میکنه، حکومت میکنه. از دید خدا، اینو فقط میخوام بگه درست متوجه بشین، از دید خدا زمانی که یک مردی هست برای خودش فکر نمیکنه، بلکه برای زنش فکر میکنه، برای بچه‌هاش فکر میکنه، خودش رو فراموش میکنه، میگه که چه چیزی مهمه برای خانواده خودم. منظور نیست که الان به زنش بگه بله 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 هر چیزی میخوای، یعنی منظور واقعا با حکمت خدا بتونه همسرش رو به یه جایی ببره که واقعا همسر خوشبختی باشه، بچه‌هاش تربیت درستی داشته باشن، همه چی واقعا در وارد خود یه کسی که وارد خانواده شده واقعا میتونه بگه خوش بارتون، چه خانواده عالی داری، درسته؟ و اونجاست که نرمال هیچ موقع اینو نمیگیم، فقط از دید خدا میگه که الان تو عالی خوب حکومت میکنی. چون زمانی که زنت رو نگاه میکنم، بچه تو نگاه میکنم، همه چی در صلح، در آرامش و همینطورم در نظم و ترتیب انجام میشه، پس این مرد برای خودش فکر نمیکنه، بلکه برای خانواده فکر میکنه. مسئولیته. و اینجاست که زمانی که در مورد حکومت صحبت میکنه، منظور اینه که الان خانواده کوچکترین مشارکتی هست. یا مثلا میتونیم بگیم کلیسا هم اینطور، یا پادشاهان این دنیا نگاه میکنیم. یک پادشاه که یک کشور رو حکومت میکنه، معمولا در این دنیا اینه که تمام ثروت رو برمیداره برای خودشون، قصرهای بزرگ، میلیونهای میلیاردهای میذاره توی بانک سوئیس و جاهای دیگه، یا ظلم میکنه به کشور خودش، سربازا رو آماده میکنه که همه چیز زیر تسلط او باشن. فقط میتونیم بگیم که این پادشاه واقعا پادشاه خودخواه هستن که برای خودش فکر میکنه. یک پادشاهی که واقعا با تمام دل دنبال خوشبختی کشور خودشه، هیچ موقع پولا رو جمع نمیکنه برای خودش، بلکه سعی میکنه همینطور هدایت کنه که هیچ فقر توی دنیا، توی کشور خودش نباشه، مدرسه هایی باشن، بچه ها همه امکاناتی شو داشته باشن، مثلا مجانی برن درس بخونن. و زمانی که این پادشاه نگاه کنه، شاید یه خونه عالی خیلی خوب داره، حتی کشورش در سلامتی زندگی میکنه که در این دنیا متاسفانه وجود نداره. بعد میخوام درست متوجه بشین که سلطنت کردم که عیسی مسیح، یعنی خدا میگه که انسان شبیه خود که بتونه سلطنت کنه، یعنی مأموریتی ما گرفتیم که بتونیم این دنیا رو نگهداری کنیم. یا میگم از کوچکترین مشارکت که خانواده هست، بعد از این میاد مثلا سازمانی هست، یا کلیسا هم اینطور نگاه میکنیم. یا منم عنوان شبان،
همینطور هم همسرم نسرین که شبانه کلیسا هست، نمیتونیم برای خودمون فکر کنیم، بلکه باید ببینیم که کلیسا چطور، سول سلامتی چطور میتونه به وجود بیاد. یا موعظه میکنیم، روان درمان، همه کارا رو انجام میدیم که واقعا کلیسا در سلامتی، در اتحاد، در یکدلی بتونن زندگی کنن. و اونجاست که جلال خدا دیده میشه. فلحقی میتونم بگم نرمال، مثل که حکومت میکنم، فقط حکومت نه تسلط، بلکه حکومت خدمته. متوجه شدین؟ خدمت کردن یعنی حکومت کردن، یعنی خدمت کردن، محبت کردن، رسیدگی کردن، پرورش دادن، تکثیر کردن. آمین. خود عزیزان، من فکر می‌کنم یکم خسته شدین دیگه. 12:20 دقیقه است. سوالی هست در این قسمت اول و دوم صحبت کردم. اول این بود که خدا شبیه ما رو خلق کرده، در که انسان در محبت مقدس و بی عیب باشه. این فکر خداست برای شما و شما عزیزان که اینجا هستین. و دومون برای حکومت کردن ما رو خلق کرده. گود، میخواستم الان بپرسم آیا سوالی هست؟ دوباره شاید یکم فکر کردی یه سوالایی به وجود آمده که بتونم جواب بدم. بله، بدم شما سوال میکنه. سوالی؟ بگین؟ بایدم که توضیحات که دادیم، سوالات قبلی که شد، یعنی که خداوند میدونست که انسان اشتباه میکنه و باید رو زنید. یا سوالی بود که خواهرمون کرد که آیا خدا اون موقع که قبل از بنیاد عالم که ما رو خلق کرده که ما شبیه او بشیم، آیا خودش میدونست که ما انسان گناه خواهد کرد یا سقوط خواهد کرد؟ الان چی فکر میکنی؟ خداست میدونست. هر چقدر آرزوی یا ویزیون خودش بود، میدونست که انسان سقوط خواهد کرد. فقط اینطوری نیست که نگاه کنیم بگیم چرا من این کار رو کردم، اشتباه کردم. نه، خدا زمانی که چیزی رو خلق میکنه، خدایی هست که آیندهش رو میبینه. یا زمانی که خدا گفت که روشنایی شود، میدونست روشنایی خواهد شد. زمانی که خدا میدونه که و گفته که آدم رو به صورت ما موافق شبیه ما خلق بکنه، خدا میدونست این اتفاق خواهد افتاد. دو وسطش یک چیزی شد، یک اتفاقی افتاد. فقط خدا میدونست که چه روشی خدا ما رو دوباره برمیگردونه به نقشه خودش. پس قبل از اینکه الان کوتاه تو پارانتز میگم و توضیحات زیادی اینجا خواهم داد تو جلسه های بعدی، پس قبل از اینکه خدا این اشاره رو کنه، دیگه میدونست که یک روزی عیسی مسیح خواهد آمد و ما رو دوباره برمیگردونه. متوجه هستین؟ اینطوری نیست. خدا کاری نمیکنه که مثلا یه جایی کاری بکنه، بعد از این آخر میگه آخ اتفاقی افتاد، الان باید یه فکری دیگه بکنم، یه پلان بی داشته باشم. خدا همون پلان یک رو داره. و همینطور که نگاه میکنی تو کتاب مقدستون، اونجا میبینی که کتاب اول پیدایشه، درسته؟ و بعد از این 66 تا کتابایی هستن و همینطور عهد جدید که نگاه میکنید تا آخر کتاب، آخر کتاب مقدس چیه؟ کتاب مکاشفه است، درسته؟ مکاشفه یعنی یه چیزی هست که آینده اتفاقات خواهد افتاد. و زمانی که نگاه میکنید به پیدایش، اینجا میبینید که خدا گفت آدم رو به صورت ما شبیه ما خلق کنیم که سلطنت کنن. در پیدایه و در مکاشفه اینجا میبینید که اتفاق خواهد افتاد، خلقتی خواهد بود که شبیه او هست، شبیه خدا هستن و همینطورم سلطنت خواهند کرد تا ابدالآباد و وارثین همه چی خواهند شد. اینو فقط اینو گفتم که سوال شما رو جواب بدم. فقط مهم الان برمیگردیم به این قسمت اول که گفتم که خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده، برای حکومت خلق کرده. الان برای چه هدفی اصلا ما آفریده شدیم؟ اینم خیلی مهمه که هدف باید داشته باشیم. خدا بی هدف کار نمی کنه. زمانی که خدا میگه که شبیه خدا
انسان رو شبیه خودش بشه، باعث خودش خلق کنه، پس یه هدفی داره. و این توی افسسیان باب 1 آیه 3 تا 5 جا نوشته خدا ما رو پیش از بنیاد عالم برگزید، این قسمتی که ما خوندیم، تا در حضور وی در محبت مقدس و بی عیب باشیم، از قبل تایید نموده برای پسرخواندگی. آنچه پس خدا از ابتدای خلقت در نظر داشت که ما رو شبیه خودش خلق بکنه چی بود؟ بگین خدا. خانواده. پس خدا زمانی که گفت آدم رو به صورت ما خلق کنیم که سلطنت کنن، چون خدا دنبال یک خانواده‌ای هست، خانواده‌ای بود. دلیل آفرینش این است که خدا میخواست صاحب خانواده‌ای باشه که ماهیت و طبیعت او رو داراست. به این خاطر زمانی که ما شبیه خدا هستیم دیگه خانواده خود هستیم، هم رویی که در خداست در ماست، ماهیتی که در خداست در ماست، پس ما از خانواده خدا هستیم. یعنی خدا دنبال یک خانواده بود که شبیه خودش باشه. این هدف خدا بود. و زمانی که در این معمولا در این دنیا هم که نگاه میکنیم، در این مخصوصا مثلا کشورهایی که چیزایی هستن، پادشاهی بودن که حکومت میکردن، شاه رضا پهلوی رو که برمیداریم خودش پادشاه ایران بود، درسته؟ و به هر حال یک هدف پادشاهی اینه که نخست‌صدایی داشته باشن، بچه‌هایی داشته باشن، مثلا پسرایی داشته باشن که بتونن این کشور رو به ارث ببرن، درسته؟ که بتونن این حکومتش رو دوباره ادامه بدن. یک کسی باشه که از ذات خودشه، خون پادشاهی درونشه، و اینطوری هم بچه ها تربیت میشن که یک روزی این چیز رو، این چیز کشور و چیز ملت رو اونجا بتونن حکومت کنن. و اینجا این فقط یک مثالی هست که بعد خدا دنبال یک خانواده‌ای بود که همون فکری که داشت، هدفی که داشت، بتونست به فرزندان خودش ببخشه که شبیه خودش هستن، که بتونن حکومت کنن. پس هدف همه که گفتم، هدف دلیل آفرینش اینه که خدا میخواست صاحب خانواده‌ای باشد که ماهیت و طبیعت او رو داراست. یعنی الان که نگاه میکنیم در این دنیا، همینطور که شما میتونید گفتین، اصلا کلن یه چیز دیگه نگاه میکنیم. اینجا فرزندان خدا نمیبینیم که شبیه خدا خلق شدیم، اینجا میبینیم که فقط جنگ و دعوا و همه حکومت میکنن، همه انسان، چون خدا به این بیشان به انسان این اقتدار رو داشت داد که حکومت کنن، فقط ماهیت ما ماهیت محبت نیست، بلکه از یک ریشه خودخواهی که در موردش صحبت خواهیم کرد هست. به این خاطر در این دنیا فقط ما انسان هستی هستن که خودخواه هستن و همه در فکر خودشون هستن، خودشون پادشاهی خودشون، زندگی خودشون چیز کنن، طبق اراده، طبق فکر او، طبق روش های خودش بتونن چیز همه هر جایی که هستن تسلط پیدا کنن. و برحال ما این چیزهایی که الان در این دنیا نگاه میکنیم همه چی رو برعکس میبینیم. برحال این قسمت بعدیش اینه که انگیزه خدا اصلا کلن چی بود. منظور از این انگیزه اینه که الان هر شخصی که یک تصمیمی میگیره، یک انگیزه برای با یک انگیزه ای تصمیم میگیره. الان شما که اینجا هستین یه انگیزه ای داشتین آمدین اینجا، شما هم که الان گوش میکنین عزیزان، یه انگیزه هایی هست. الان انگیزه میتونه باشه که من چون میخوام با حقیقت آشنا بشم یا میخوام با خدا آشنا بشم، انگیزه من این، من آمدم نشستم اینجا واقعا میخوام با خدا آشنا بشم. انگیزه ببخشینا اینو کلا میگم، انگیزه یه کسی هست که میتونه بگه که من احساس تنهایی میکنم، هیچ جایی هم نیست، الان اینجا دعوت کردم برای حقچیان بیام اینجا بشینیم، اینجا یک مشارکت داشته باشیم، چایی بخوریم، قهوه بخوریم. یعنی انگیزش این بود که توی مشارکتی باشه، دنبال این نبود که با حقیقت آشنا بشه. افرادی هم هستن که به هر حال مشکل پاس دارن، مشکل اقامت دارن، و شنیدن که زمانی که من مسیحی بشم منو زود قبول میکنن و پس برم حقچیان شرکت کنم. سو
که مسیح بشن تعمید بگیرن و چیز اقامت رو بگیرن. پس یه انگیزه دیگه هست. یا به افرادی که ما همه ما یک انگیزه رو داریم. هر تصمیمی که ما میگیریم از یک ریشه انگیزه، از یک ریشه میگیریم که واقعا اصلیه. و طبق این قدم هایی برمیداریم و میاییم. الان زمانی که خدا گفته که آدم رو به صورت ما و موافق شبیه ما خلق کنیم که سلطنت کنن، و همینطور هم خدا ما رو خوانده برای فرزند خواندگی یعنی خانواده، از کدوم انگیزه آمده؟ چرا خدا اصلا این فکر در او به وجود آمد که ما رو خلق کنه؟ به چه دلیلی خدا گفته میخوام یه خانواده ای داشته باشم؟ پس میخوام انگیزه رو نگاه میکنیم. در رساله اول یوحنا باب 4 آیه 16 و میگه که و ما دانسته و باور کرده ایم آن محبت رو، محبتی را که خدا به ما نموده است. خدا محبت هست و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. یعنی ما دانسته و باور کرده ایم، این رسول یکی از رسولان شاگردان عیسی مسیح بود، یوحنا، و میگه که ما دانسته یعنی از طریق فکرمون، همینطور هم باور کرده از طریق قلب کردیم که آن محبتی که خدا به ما نموده است، یعنی خود یا ما دانسته و باور کردیم آن محبتی که خدا به ما نموده است. خدا محبت هست و هر کسی در محبت ساکن است در خدا ساکن است و وی در و خدا در وی. افسسیان 2:2 لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند هست از حیثیت محبت عظیم خود که ما به ما نمود، بعد از این ادامه میده. پس خدا محبت است و ماهیت محبت این هست که در پی رابطه میباشد. یعنی انگیزه خلقت انسان عشق و محبت، محبت خدا بود. یعنی چون خدا محبته، ماهیت ذاتش محبته. خدا محبت نداره. اگه یه کسی محبت داشته باشه، محبت داره، میتونه کمتر بشه یا نداشته باشه. یه کسی که محبت هست دیگه کم و زیاد نمیشه، محبته. اگر یک قندی برمیدارین، یک قند شکری برمیدارین، این شکر شیرینه، درسته؟ ماهیت شیرینه. تو نمیتونی این شیرینی رو از قند جدا کنین، درسته؟ حالا یک قندی که برمیدارین توی یک آب میندازین، آب شیرین میشه. خودش نمیتونه بگه که من کمتر شیرین میشم، زیادتر شیرین میشم. ماهیتش اینه. چون خدا محبته و این محبت ثابته، ابدیه، کم و زیاد نمیشه. از همون محبت خدا بود که این فکر آمد، یعنی از با لغتهای خودم میام میگم، فکر آمد که خانواده‌ای داشته باشه که شبیه خودش باشه، شباهت خودش رو، ماهیت خودش رو داشته باشه، بی‌عیب باشه، که بتونن همه چی رو رو همه چی نگهداری کنن، تمام این کهنه، فقط این دنیا رو اصلا میگم کلا تمام کهکشان‌ها رو. اگه میخوام به نتیجه برسیم، یعنی شما که الان اینجا تک تک شما اونجا نشستین و عزیزانی که اونجا به ما گوش میکنن، هر جایی که اینجا هستین، هر چقدر پدر مادر شما به وسیله پدر مادر شما به دنیا آوردین، شما باید باور کنین. باید، منظور من اینه که نه دستور نیست، باید باور کنین که چون از بنیاد، قبل از بنیاد عالم، خدا تو فکر شما، تو فکر او بودین، و چون محبت، چون خودش محبت، از حیثیت محبت، از ریشه محبت بود که خدا شما رو خلق کرده که اینجا نشستین. پس اگه شما رو برمیداریم، این نخ قرمز رو برمیداریم، میروید به
قلب خدا به اونجا میرسین. از اون قلب محبت خدا بود که خدا خواست شما باشین. و چون خدا محبت، مورد محبت هم هستین. بسه در نفره همین کاریه. یعنی اگر اینو واقعا فقط باور کنین عزیزان، که به خاطر اینکه خدا محبت خدا شما رو و ما رو خلق کرده، از طریق محبت خداست که خدا دنبال یک خانواده بود که شبیه او باشه. و زمانی که نگاه میکنم میگم چون خدا محبت و منو اینجا که همینطور میگه از حیثیت محبت عظیم خود که به ما نبود به وسیله عیسی مسیح، پس باید نگاه کنم چون خدا محبت منو خلق کرده، پس چقدر باید با ارزش باشم که من در فکر خدا بودم هنوز که نبودم، یعنی حضور چیز نداشتم، زنده نبودم. اگه من بر میگردم واقعا کجا میرسم؟ به قلب پدر میرسم، به قلب خدا میرسم. از این محبت بود. خدا زمانی که یه چیزی رو صحبت میکنه پشتش یک هدفی هست، یک انگیزه هست، و طبق این خدا همه کار رو که انجام داده خلق کرده و به وجود آورده. پس چقدر باید من الان وضعیت خودتون من الان نگاه میکنم خیلی بد و ناراحت هستین، افسرده، در سردرگمی زندگی میکنین، در تاریکی، هر جایی هم که الان هستین قرار گرفتین، اگه باور کنیم به کلام خدا که گفته چون خدا محبته، از حیثیت محبت، از محبت او بود که خدا گفته من تو رو میخوام و تو رو میخوام خلق کنم که تو شبیه من باشی، و چون من یه چیز رو خلق میکنم کامل و عالی خلق میکنم، این چیزی که الان شما شدین و ما شدیم در این دنیا تو فکر خدا نبود. الانجا هفته آینده در مورد صحبت میکنم چه اتفاقی افتاد که ما اصلا کلن از نقشه خدا بیرون آمدیم. فقط اگه واقعا باور کنیم ببینیم که برای چی خلق شدیم، از چه انگیزه خدا ما رو خلق کرده، پس میتونم بگم که پس یک هدفی برای زندگی تو هست. خدا یه نقشه برای شما داره و چون با ارزش هم هستین، خدا دنبال تک تک شماست که به یه جایی میاره که خودش رو به شما معرفی کنه و باور کنین این محبت رو و تجربه کنین. آمین. بزرگترین چیزی هست که ما میتونیم به دست بیاریم محبت خداست، محبت پدره که به وسیله روح القدس این به دست میاریم. به قسمت بعدیش اینه که افسسیان باب 1 آیه 5 میگه که ما را از قبل تایید نموده، این همون قسمت هایی هست بود آیه به آیه که میایم پایین، ما را از قبل تایید نموده تا او را پسر خوانده شویم به بساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. یعنی چی؟ چی؟ گود، انتخاب شدیم، درسته؟ و میگه که الانجا میگه که پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح، یعنی به وسیله عیسی مسیح، یا برای چی؟ خوشنودی اراده خدا. یعنی زمانی که میگه که من میخوام تو شبیه من باشی و همینطورم تو رو عنوان برای خانواده خلق کردم، از این من خوشنودم، من لذت میبرم یک خانه وایده ای داشته باشم که شبیه من باشه. این اراده من بود، خدا میگه، نه اراده تو. تو نیستی که، ما نیستیم که میگیم یا من میخوام این باشم، من میخوام الان با زور جزء خانواده تو باشم. خدا میگه نه، این فکر از تو نیست، من تو رو خلق کردم که خانواده من باشی. الان ما در این دنیا معمولا ما میگیم ما همه فرزندان خدا هستیم، درست؟ این
کلامی که میشنوین همه جا، نه؟ ما فرزندان خدا هستیم. باز میگم وای بر خدایی که الان این دنیا رو گیریم ها میکنن که ما فرزندان خدا هستیم. برای ما فرزندان خدا هستیم، پس خدا چی؟ درسته؟ خدا چطور؟ چه وحشتناکی، خدای وحشتناک باید میبود. فقط خدایی نیست. به هر حال اینم دوباره میگم از محبت خدا و از انگیزه خدا محبت بود که ما رو خلق کرده، و از این که خدا میخواد خانواده‌ای داشته باشه که شبیه خودش باشه، خودش خوشنوده، چون اراده خداست، هدف خداست، نقشه خداست. پس یک نقشه هست در زندگی تو. به این خاطر هفته گذشته که این چیز رو کردم، این آگهی رو کوزا گذاشتم، گفتم که بیایم یک سفری با من. یک سفری هست که خدا قسمت به قسمت ما رو به اون هدفش میرسه. یه چیزی نیست که خدا یه کاری انجام میده، ما اونجا میشینیم و میگیم که تمام شد. نه، یه چیزی هست، یه سفری هست. زندگی کردن با مسیح یعنی راه رفتن با خدا، زندگی کردن با خدا، آگاهی، شنیدن، صحبت کردن، رابطه داشتن. چون خدا محبته، خدا دنبال چیه؟ رابطه هست. شما زن و شوهر هستین؟ نه؟ دیگه زن و شوهر شما هستین؟ برحال زمانی که عاشق همدیگه شدین، قلبای شما یکم شروع کرد به تپش زدن. آیا دوست داشتین با هم ارتباط داشته باشین؟ خجالت نکشین. بعد رفتین دیگه، زنگ میزدین، حالا چطور شده عزیزم؟ تلفن زنگ میزد. یعنی من زمانی که اولین بار چیز سن 15 سالم بود، هندی اون موقع چیزی نبود، فقط تلفنایی بود که هنوز چیز میکردیم دستمون دیگه. نه، اونجا عاشق شده بودم. از 15 سالگی با یک، نه اونجا دیگه هندی و چیز نبود، اون موقع تلفن هایی بود دیگه، دستم اینجا دیگه قرمز شده بود، اونقدر زنگ زده بودن. و یادم هست همینطور میرفتن 3-4 ساعت، 5 ساعت با این دوست دختر بودم. بعد از این میامدم خونه، تلفن رو برمیداشتم، بعد مادرم میگفتم بابا 5 ساعت با اون بودی، چی داری بگی؟ چقدر صحبت میکنی؟ زمانی که عاشق میشی میخوای رابطه داشته باشی، درسته؟ محبت دنبال رابطه هست. مایتنم سیخ میشه زمانی که اینا میگم. محبت دنبال رابطه هست. اگر پس خدا محبته و باور میکنین، آیا فکر نمیکنی خدا دوست داره با خلقت خودش که شبیه خودش خلق کرده، با انگیزه محبت خلق کرده، و از این فکرم، از این نقشه خودش، اراده خودش خوشنوده، فکر نمی کنید دوست داره با شما ملاقات صمیمانه داشته باشه؟ اگه واقعا باور می کنید، پس باید بدونید که خدا دنبال قلبای شماست، نه دنبال کارهایی که می کنه برای او. دنبال این قلبی که میگه من تو رو باور می کنم، خدا محبت، می خوام با تو آشنا بشم، میخوام ارتباط با تو قرار کنم. من نمیدونم، این اینترنت آدرس خودت رو برای من بس کن که عیسی مسیح، من میخوام. خواهی دید آرزوی خدا با تو ارتباط داشته باشن خیلی عظیمتره از این علاقه ای که اشتیاقی تو، یا ببخشید میگم شما، با خدا میخواین داشته باشی. چون خدا محبته و چون خدا تو خودش هیچ خودخواهی نیست، این برای خودش نیست. چون خدا میدونه ارتباط کردن با خودش باعث شادی و آزادی و خوشبختی شماست. آمین. اینم به هر حال قسمتی بود. و یه قسمتی دیگه هم هست که معمولا در این دنیا اینطوری که هست که زمانی که یک روزی من بمیرم، هر تمام هستی و دارایی خودم همه چی به خانواده من و بچه‌هامون، اونا به ارث خواهد رسید. و همینطور هم اینجا، نه ببخشید،
قسمت بعدیش اینه که در افسوسیان باب 1 آیه 12 میگه تا از ما که اولین امیدوار به مسیح بودیم جلال او ستوده شود. رومیان باب 8 18 میگه زیرا یقین میدانیم که در دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچی هست. یعنی این دردهایی که در این دنیا میکشیم واقعا نسبت به اون جلالی، یعنی ما شریک جلال خدا، درخشش خدا خواهیم شد، چون شبیه خدا شدیم یک روزی. یا و بدنهای اونجا فیلیپیان بدنهای حقیر ما رو تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآیید. چون فرزندان خدا، چون واقعا خانواده خدا هستیم، شریک جلال او خواهیم شد. خدا هیچ چیزی از ما اینجا پنهان نمی کنه. همینطور کلوسیان باب 2 برای آن شما که را دعوت کرده به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. و اینجا میبینی که خیلی، چون مسیح که زنده زندگی ماست ظاهر شد، آن که شما هم با وی در جلال ظاهر خواهی شد. پس اینجا میبینی که چون فرزندان خدا هستیم، خدا هیچ موقع از ما چیزایی جدا نمی کنه، بلکه هر چیزی که در خداست در ما شکل خواهد گرفت، همون جلال و زیبایی و شکوه خدا. و آخرین قسمت همون در مورد وارثین صحبت کردم که همینطور که ما، که خداوند گفته که خانواده ما هستی، خانواده خدا هستیم، شبیه خدا هستیم، همینطور هم وارثین خدا خواهیم شد. وارثین یعنی هر چیزی که مال خداست مال ما خواهد شد. یعنی یه چیزی هست که عزیزان واقعا بعضی وقت که این چیزایی که صحبت میکنم، بعضی چون هیچ شناختی از خدا ندارن میگن چیزای چرت و پرت صحبت میکنن، احمقانه، وارثی نیست که من، هر چیزی که مال خداست مال من باید. متاسفانه میتونم بگم، یا میدونم خوشبختانه، میدونم متاسفانه، خوشبختانه واقعیتشه. چون خدا رو نمیشناسیم ما فکر میکنیم فقط خدا محبته. هر چیزی که مال خداست یک روز ما ارث خواهیم برد. و اینجا میگه که بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم، یادتون است ابتدای عالم خدا ما رو خلق کرده که شبیه او بشیم، نه؟ اینجا میگه از ابتدای عالم برای شما آماده شده از به میراث گیرید. هر چیزی که مال خداست، تمام این کهکشان‌های چیزایی هست، میگه که برای این من شما رو خلق کردم یک روز اینو به ارث ببریم. و همینطور هم افسوسیان باب 1 آیه 11 ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش مهیا گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها رو موافق رای اراده خود می کند. این تمام نقشه خداست عزیزان برای ما که خلق شدیم. این جلسه اول میخوام واقعا متوجه بشیم اون نقشه خدا برای بشریت. چرا خدا شمایی که اینجا الان اینجا نشستین، افرادی که الان توی ایران هستن، شاید با درد و رنج و سردرگمی، بدون امید زندگی میکنین، خدا واقعا یک نقشه برای تک تک ما داره. چون ما نقشه خدا رو نمیشناسیم، هیچ امیدی هم نداریم. افرادی هستن که فقط بعضی وقت به ما خبر میدن از ایران که میگن که واقعا سرنوشت ما جهنمه اینجا. واقعا هم دردم هست. تو واقعا ظلمته. کسی که حقیقت رو نمیشناسه تو ظلمت زندگی میکنه. و این فیض خداست، رحمت خداست که اجازه میده الان از طریق الان اینترنت، از طریق اینستاگرام، از طریق چیزای پروگرام داشت ما رو دوست
که طبق اراده خودش خوانده ما رو خلق کرده. که همه چیز خواهیم دید که به وسیله عیسی مسیح انجام میشه. پس توی جلسه اول هدف ما بود اینه که اصلا کلن این نقشه بزرگ خدا رو برای شما باز کنیم که بدونیم برای چی، به چه دلیلی خدا ما رو و شما رو خلق کرده، که بدونید که یک هدفی پشتش هست، یک کسی هست، یک چشمایی هست، یک قلبی هست، تک تک شما با دقت نگاه میکنه و هر چیزایی که وارد میشین، هر درد و هر ناراحتی، هر تاریکی، هر جایی هست با خبره و هدفش اینه که امکاناتی برای شما آماده کنه که بتونی بیاین زیر این نور خداوند که بتونیم با او آشنا بشین. ما به شما یک دینی مذهبی تبلیغ نمی کنیم، بلکه مسیح رو تبلیغ می کنیم یا معرفی می کنیم که وسیله او بتونیم به هدف خدا، به نقشه خدا پی ببریم. الان همه چیز اگه با هم جمع کنیم، خدا انسان رو در شباهت و صورت خدا آفرید، خدا خانواده می خواست که مطابق ذات خودش باشه، انگیزه او عشق و محبت بود، بنا بود انسان جلال الهی داشته باشد و آن را ظاهر کند. انسان قرار بود که بر همه چیز حکومت و مراقبت کند. چون فرزندان خدا هستیم باید وارث ملکوت او نیز باشیم. خدا زمانی که خلقت را آفرید، از خلقت آنچی که در آرزوی قلبش بود بسیار خوشنود گردید و خدا و خانواده‌ای که در عشق و محبت الهی زندگی و حکومت می کنن. این نقشه خدا برای انسان بود، برای یک هدفی خدا خلق شدید. خدا رو شکر برای خدای عالی، خدای زنده، خدای محبت که ما داریم، که به وسیله عیسی مسیح می تونیم با اون خدای آشنا بشیم. خبر خوشه؟ خبر خوبه؟ خوشحال هستین؟ میدونید که زندگی شما یه معنی داره. از اونه که تو ایران هستن یا خارج از آلمان هستن، برای تو خارج از هامبورگ، برای خوشحال هستیم که شما با ما وصل شدیم و همینطور بتونین این جلسه اخچون رو گوش کنین. و اگر کسانی که تو ایران و افغانستان هستن احتیاج به کتاب مقدس دارین، حتما با ما در تماس باشین که ما بتونیم اینجا کتاب مقدس همه چی برای شما آماده کنیم. و همینطور هم کسانی که این جزوه حقچیان رو احتیاج دارن که همینطور تو ایران هستن، اگر برای ما این یا ایمیل آدرستون یا همینطور شماره واتساپ رو برای ما بفرستیم، میتونیم اینجا برای شما اونجا بفرستیم که شما هم همینطور با ما اینطوری سلسله مراتب این برنامه رو نگاه کنید و همینطور هم بخونید. Good.